سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما دوستای عزیز و گلم در سر تا سر دنیا. امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه، لباتون خندون باشه و همیشه خوش و سرحال ببینمتون. یه سه شنبه دیگه شد، چقدر زود گذشت یک هفته. مجدداً مهمون خونه های شما هستم. امیدوارم که امروز با همدیگه در کنار همدیگه بتونیم یه برنامه خیلی خیلی خوبی رو داشته باشیم. قبل از هر چیزی دوست داشتم که تشکر کنم برای اون دسته از عزیزانی که هفته پیش با مهر و محبتشون پیغام هایی که بعد از برنامه به من دادن با من تماس گرفتید، صحبت کردید، درد دل کردید و مهر و محبت خودتون رو به من ابراز کردید و مخصوصا اون دوستان عزیزی که از ایران با من تماس گرفتن و خیلی خوشحالم که برنامه هفته پیش تونسته بود مورد استقبال شما دوستان عزیز و گلم قرار بگیره. امیدوارم که این هفته هم همینطوری بتونه به دلهای شما نازنینان برنامه امروزم بشینه. خب دوستان گلم، همونطوری که مطلع هستین ما فرمت برنامه‌مون به این صورته که من هر دفعه با نظرسنجی که شما دوستان عزیزم توی اینستاگرام میکنم، با پستایی که میذارم و اینکه ازتون خواهش میکنم که نظرسنجی بکنیم برای اینکه در رابطه با چه موضوعی من دوست دارم صحبت بشه در موردش در خدمتتون باشم. اکثر دوستان هفته پیش به من پیغام دادن و گفتن که دوستان در رابطه با روابطی رو که ما درش ترک شدیم از بین رفته، یعنی در واقع بعد از بریک اپ و اینکه ما هنوز اسیرشیم بعد از سالیان سال. خیلی از دوستان نتونستن دل بکنن، خیلی از دوستان هنوز بهش فکر میکنن و اینکه به دنبال چرا هستن و نمیتونن جوابی براش پیدا کنن و نمیتونن در واقع مسیر زندگی جدیدی رو برای خودشون شروع کنن و نمیتونن مووان کنن. و خیلی از دوستان رو داشتم که واقعا ناراحت شدم از اینکه شنیدم که تصمیم دارم به اینکه زندگی خودشون رو خاتمه بدن و یا اون دست از عزیزانی که توی اتاق نشستن ماها شده، کارشون رو از دست دادن، بچهشون ازشون دور شده، دوستانشون ازشون دور شدن، احساس طرد شدگی دارن و احساس میکنن که دوست ندارن که دیگه به دنیای بیرون خودشون برگردن و ارتباط داشته باشن و به من گفتن که میشه لطفاً بیشتر توضیح بدید در مورد اینکه خود شما چطوری تونستید واقعاً به معنای واقعی بلند شید و الان اینجا باشید. دوستان عزیز من، نازنینان من کاملا درک میکنم شما رو، موقعیت شما رو میفهمم. من طبق کارم، قوانین کارم به من میگه که نباید به شما بگم که احساستون رو متوجه میشم، ولی واقعا احساستون رو متوجه میشم چون خودمم واقعا درش رفتم. نه یک غم، دوتا غم داشتم. خواهر نازنینم رفته، همونطوری که میدونید، همونطوری که میدونید منم مثل خیلی از شما 10 روز بعد از عروسیم، کسی که کلی امید و آرزو داشته، لباس مشکیشو در آورده و بالاخره صبر کرده تا اون روزی که باشه، که یه بهانه‌ای باشه، انگیزه‌ای باشه برای اینکه یه زندگی و جدیدی با کسی که خیلی دوستش داشته شروع بکنه. الان فقط یه مدتی طول میکشه و تمامی تقصیرها به گردن او میفته و بدون هیچ علت توضیحی، فقط از روی عصبانیت و خشم، قصه زندگیش به پایان میرسه. منم مثل خیلی از شما گریه زیاد کردم، منم مثل خیلی از شما گوشه تختم بودم، حالم با پتوم و تختم و بالشتم خوب بود، با اتاقم دوست داشتم، اتاقم نقطه امن زندگی من بود. منم مثل شما خیلی از مواقع از خدا عصبانی بودم، از مادر و پدرم عصبانی بودم برای اینکه منو به دنیا آوردن، از هر کی که کنارم میومد احساس میکردم که احساس ترحم داره به من، عصبانی بودم و دوست نداشتم با کسی ارتباط داشته باشم. ولی عزیزان اجازه بدین یه چیزی رو من خدمتتون بگم. ببینین، اغلب
اغلب چی میگن سرکیومستنس و شرایط به این صورت بر ما تموم میشه که ما همیشه گیریم تو این که چرا رو بخوایم پیدا کنیم. چرا من؟ اصلا چی شد؟ چرا باید اینجوری میشد؟ بچم چی؟ خودم چی؟ اگر و یه استیتمنتی ما داریم به اسم what if، یعنی در فارسی ترجمه میشه به این که چطوری میشه اگر، اگر بخوام دقیقا بگم. خیلی از کسانی که توی بریک آپ میرن و جدا میشن همش چیزی که براشون مطرحه این که چرا این اتفاق افتاد و کی تموم کرد این اتفاق و کی این اتفاق افتاد. خب من به شما میگم که اینا رو بذارید کنار. این استیتمنتی که دارم به تو میگم ریشه تمام مسائل ماست که وات ایفی که میگم، که همه میگن که چرا الان چی میشد اگر اینجوری نمیشد، چی میشه اگر الان که من جدا شدم مثلا ازدواج اولم بود، دومم بود، سومم بود، مردم در مورد من چی میگن، چی میشه الان اگر من برم بیرون از خونه، الان نمیگن چقدر زود فراموش کرده، چرا اینجوری شده این قیافت، چرا اینجوری، چرا حالت بده، وای میفهمم، وای عروسیت بود، وای این بود، وای اون بود. عزیزان دل من، بیاید شروع کنیم به این که برای خودمون تصمیم بگیریم، به این که تو این جایگاهی که هستیم به خودمون اول از همه بگیم که اطرافیان ما نباید اذیت بشن از جوری که ما هستیم. من میدونم که شما میخواین همه رو دور بکنید، من میدونم که شما میخواید کسی کنارتون نباشه، شاید احساس میکنین که کسی درد درونی شما رو نمیتونه متوجه بشه، کاملا درکتون میکنم. ولی این که ما دو حالت داریم، یا اینکه باید بشینیم فکر بکنیم ببینیم که خب تا الان اینجوری بوده، از این به بعد چی؟ من باید خودم رو از این زندانی که در خودم که بهش میگن ایموشنال بگیج، اون احساساتی که در درون من استور شده، اون احساساتی که مثل یک کتری آبی که توش آب جوش میریزین سرشو گذاشتید و داره قلقل میکنه، ولی شما همیشه میخواستین پوششش بدین و نخواستین با کسی کامیونیکیت کنین، اون تو مونده و الان اینا هی داره روی همدیگه انباشته میشه، انباشته میشه و شما رو حال دلتون رو بد کرده، شما رو از خودتون بد کرده، دور کرده، شما از خودتون بدتون میاد. چرا؟ به خاطر اینکه همین کلمات what if. چرا؟ به خاطر ایگوتون. حرف اولی که در این شرایط ما همیشه میشنویم از ندای درون خودمونه، تو حتما خوب نبودی، تو اگر این کارو میکردی یا اگر اینجوری انجام میدادی شاید این نمیشد، اگر که تو میرفتی بیشتر تلاش میکردی یه فرصت دیگه میدادی خشمالوتر نبودی، شاید روابطت بهتر میشد، شاید تو میتونستی. ولی ببینید همیشه بگین 2% 3% مشکل با منه، ولی بقیهش هم به عهده پارتنرمه. یه تمام روابطی که ما توش هستیم دو نفر نقش ساخته شدنشو دارن و دو نفر نقش از هم جدا شدنشون دارن. خیلی از موارد من میگم علت بیشتر مسائلی که مشکلاتی که ما داریم باهاش مواجه میشیم توی روابط زناشوییمون اینه که مخصوصا اگر اولین بار دعوامون میشه، دومین بار بحثمون میشه، فکر میکنم خب این مسائل مسائل عادیه، ولی نمیریم در موردش ریشه‌ای صحبت کنیم، یا با همسرمون یا اینکه از مشاوره کمک بگیریم، از افراد حرفه‌ای مثل کوچ کمک بگیریم برای اینکه بتونن راهکارها رو به ما بگن که اون از پایه از بین بره. همیشه اکثر موارد ما اجازه میدیم که مسائل خیلی جریحه‌تارتر میشن، احساسات ما جریحه‌تارتر میشه، از نظر فیزیولوژی ما دچار مشکل میشیم، از نظر افکارمون به هم میریزیم، خیلی از مسائل استرسی میشیم، انگزایتی شدید میگیریم، موجب میشه که توی زندگیمون و حالمون تاثیر بذاره تا اینکه تازه بخوایم یه قدمی رو برداریم برای زندگیمون. خیلی از شما عزیزان به دنبال چرا هستین، این چراها رو من خیلی زیاد به دنبالش گشتم. چرای این که چرا باید یک جوونی به سن 30 سالگی جلوی چشم من پرواز کنه بره، ولی یک پیرزن 99 ساله هیچ مشکلی حتی از نظر قلبش و آلزایمر و اینا نداشته باشه و به راحتی زندگی کنه. چرای این که من 10 روز بعد از عروسیم وقتی لباس عروسیم هنوز آویزونه، چرا نباید مثلا برای من تلاش میشد، برای من برای رابطم ترمیم میشد، ولی خیلی کسان دیگه شاید زندگیشون به شکلای دیگه است. یکی از مهمترین
مهمترین مسائلی که در اینجا وجود داره مقایسه کردن ما با دیگرانه. اینکه ما فکر میکنیم همیشه باید کاریو بکنیم که اپرووال دیگران رو بگیریم. ما یکی از مسائل بسیار مهمتر اکادمی وارده که چیزی که داریم که همیشه میگیم که من حالم خوبه، من مشکلی ندارم. چرا؟ چون فکر میکنیم به ترحم، دیگران دارن بهتون ترحم میکنن، نیازمند ترحمین، نیازمند این هستین که یکی حالتون، دوست دارین حالتون رو بپرسن. ولی شاید باورتون نشه، من میفهممتون که اون افرادی که غم زیادی در رابطه از دست دادنشون دارن، حتی تو شرایطی که تنفر دارن و بسیار عصبانی هستن از کسی که ترکشون کرده، ولی دوست دارن اون فرد بیاد و بهشون التیام بده و اون فرد بهشون نزدیک بشه و بهشون آرامش بده و حداقل علت این که این کار و این نو کرده و رابطه رو از بین برده بره. من همه اینا رو درک میکنم، ولی من به شما پیشنهاد میکنم که در جایگاهی که ایستادی چند تا سوال از خودتون بپرسید. یک، اول بگین سه تا علتی که من این فرد رو انتخاب کردم برای زندگیم، سه تا علتی که من فکر میکنم اگر اینو متفاوت‌تر انجام میدادم در رفتار خودم شاید مثلا رابطه میتونست تغییر بکنه، سه تا کاری که اگر پارتنرم و یا همسرم میتونست بهتر انجام بده حال دل منو در اون لحظه خوب میکرد، رابطه ما بهتر میشد، زندگیمون ترمیم میشد و خیلی مسائلی که من دوست داشتم برای من پیش بیاد و نیومد. و همینطور از خودتون بپرسین در جایگاهی که من الان ایستادم، آیا هدف من اصلا از ازدواج من چی بود؟ آیا این بود که من فقط یک نفر داشته باشم بیاد از من تیگر بکنه، یا من یک همگام و همراه برای خودم داشته باشم؟ سوال دوم اینه که اصلا من ولیوی که برای خودم گذاشته بودم چی بود و آیا پارتنر و همراه من با خلوص نیت اون ارزش هایی که من داشتم در من دیده بود و اپریشیت کرده بود و سپاسگزار بود و یا نه، و آیا من مستحق برخوردی که با هم شده بود بودم و هستم یا نه. سوم، چقدر طرف مقابلم و یا من انعطاف پذیر بودیم در رابطه، چقدر با تعارضایی که در همدیگه داشتیم که خیلی خیلی چیز مشخصیه و خیلی چیز عادیه بین کاپل ها، چقدر سعی در حل این تعارض ها در کمال صمیمیت کرده بود. آیا وقتی که من بهش میگفتم بیا بریم پیش یک کوچ پرسنالیتی تست بدیم و اینکه بریم ببینیم که اصلا ما چقدر از نظر درونی، از نظر قضاوت کردن، از نظر برونگرایی، از نظر اینکه آیا ما آدم کینستیک احساسی هستیم یا اینکه آدم اصلا ویژوالی هستیم یا آدم آدیتوری هستیم، چقدر آدم با از چه نظر شباهت داریم و چقدر با هم تفاوت داریم. و همیشه یادتون باشه عزیزان، عشق موقعی به وجود میاد در فاصله ها، در شرایط سخت به وجود میاد. اون فقط در نگاه اول و شرایط اول رابطه یک احساس. احساس یعنی چی؟ احساس یعنی فیزیکال ریاکشن ما به یک موقعیت و سیچویشن. یعنی چی؟ یعنی که احساسی که بدن ما نشون میده، ریاکشن یا عکس العمل هایی که بدن ما به شرایط نشون میده. مثلا یک نفر به ما محبت میکنه، ما حالمون خوب میشه، خوشحال میشیم، دلمون میریزه، دوست داریم بهش نزدیک تر بشیم. یه نفر با ما دعوا میکنه، ازش دور میشیم. اینا همه احساسه. احساس میتونه گذرا باشه، احساس میتونه لحظه ای باشه، میتونه تحریک هورمون ها باشه، میتونه حال اون لحظه طرف باشه، میتونه حتی بیشتر و یا کمتر باشه، در رابطه جنسی باشه، حرفایی که زده میشه، میتونه توی یه روزی که فقط یک نفر حالش خوبه و یک چیز میگه بره. ولی شما اگر میخواین رابطه عمیق باشه و فردتون رو خیلی خوب زیر نظر بگیرید و بدونید که آیا فرد زندگی شماست، توی سختی باید امتحان کنید، توی شرایطی که شما بهش احتیاج دارید، توی شرایطی که باید همراهتون و همگامتون باشه. رابطه‌ای که رابطه‌ای باشه که وقتی به سختی رسید طرف پس بزنه بره، تبعیض کنه شما رو با هر چیز دیگه‌ای، ریپلیستون کنه با خودخواهی خودش، با خواسته های خودش، با چیزهایی که برای خودش اولویته، عزیزان من رابطه درستی نیست.
رابطه درست تعمیر میشه، به هر دری طرف میزنه، آلترناتیو رو نگاه میکنه، آپشن های مختلف رو نگاه میکنه. وقتی شما عزیزترین فرد زندگیتون بیماره، میرید پای پزشک رو التماس میکنید، میگیرید میگی تو رو خدا یه کاری کن، این عزیزترین فرد زندگی منو بهش به من برگردون، من دوستش دارم، من نمیتونم تحمل کنم، پدر بچه من، مادر بچه منه، راحت نمیذارین برین، میدونین؟ پس شما لباس نیستین، پس شما ابزارالات نیستین که بخواین تبعیض بشین. کسی که شما رو دوست داره التهاب نمیده، التیام میده به زخمای شما، برای شما خلق میکنه راه حلو. کسی که شما رو دوست داره توی عملش نشون میده، نه توی گفتار و رفتارش. آدم ها وقتی مشروب میخورن مستن، وقتی که رابطه جنسی خوب رو تجربه میکنن، وقتی حالشون از خبر خوبی که شنیدن چه تو کارشون چه تو زندگیشون خیلی خوبه، حرفای قشنگ زیاد میزنن. ولی مرد عمل کیه؟ کیه واقعا؟ من میخوام بدونم الان شما چه راه حلی و عزیزان دل من برای خودتون دارین پیشنهاد میکنین؟ توی خونه موندن، گریه کردن، توی تخت موندن، زار زدن، قصه خوردن، اشک ریختن، حسرت گذشته رو خوردن، حتی فقط به خاطر یه سری از خاطرات خوبی که داشتید. پس بقیه زندگیتون چی؟ دو حالت داره، یا شما خودتون رو از این زندان غم و اندوه و حسرت و مقایسه و همه چیزهایی که برای دیگران زندگی کردنی که ساختید زندگی میکنید، یا اینکه میبینید خب من از اینجا باید بشینم فکر کنم اگر طرف دوستم داشت واقعا الان اینجا بود، پس کجاست؟ پس اون همه مهر و محبتی که میگفت چی شد؟ پس برای چه زمانی من میخواستم این همراه من باشه، دوست من باشه، همسر من باشه، از یک سر باشه؟ خاطرات خوب همیشه میتونن وجود داشته باشن. من دفعه پیش هم گفتم این نگرش شماست که چطوری میخواین این مسئله رو برای خودتون حل کنین. یادتون باشه ساعت شنیو من همیشه میگم در نظر بگیرین، نگاش کنین در روز، به مدت 5 دقیقه زل بزنین بهش نگاه کنین، همینجوری این داره میریزه، داره میره میره میره. این روزهای عمر ماست که همینجور گذشت. وای از این عمر که با میگذرد میگذرد. اینقدر راحت داره این ثانیه‌ها میگذره. بلند شو عزیزم، بلند شو، اجازه بده من کمکت کنم، دست تو بده به دستم، اجازه بده کمکت کنم، از این غم بیارمت بیرون، بهتون نشون بدم که باور کنید یک ساید دیگه ی زندگی هم وجود داره. اگر تاریکی توی تونل نبود، شما هیچ وقت انگیزه ای نداشتین که بخواییم برین حتی از روی کنجکاوتون ببینین ته تونل آیا یک روشنایی وجود داره یا نه. خدا هیچ کارش بی حکمت نیست، هیچ کارش بی حکمت نیست، مصلحت رو اون میدونه. اگه شما توی سختیم به خاطر اینکه تازه شما رو تارگت و هدف خودش قرار داده که آب دیدتون کنه، سفتتون کنه، یه آدم قشنگ و خوب ازتون بسازه، اون گوهری که توی وجود شماست گذاشته و شما هنوز کشفش نکردین و بیاره بالا و بهت نشون بده ببینی این تو بودی، آیا ارزششو داره که توی غم تا ابد ما زندگی بکنیم؟ اگر که شما کسی بودین که ترک شدید، به حرف غرورتون گوش ندین. اگر احساس میکنید که شما میتونستید این زندگی رو به نحوه دیگه داشته باشید، اشکال نداره کاملش کنین برای خودتون این رابطه تموم نشده رو. تماس بگیرید، ایمیل بزنید، حرف دلتون رو بزنید، یا طرف میفهمه یا نمیفهمه. شما هیچ وقت بازنده نیستی، به خودت هر چیزی که آرامش میده عزیز من انجام بده. خودتون رو دوست داشته باشین، برای خودتون ارزش قائل باشین، به آگاهی برسین از درون خودتون. درون ما، ندای درون ما خیلی حرفای قشنگی به ما میزنه. قبل از اینکه بخواید یه کاری رو انجام بدین، به ندای درونتون گوش بدین. منم
خیلی مواقع فکر میکردم که بعد از تمام مدتی که گذشته فکر میکردم خب الان اگر بخوام بلنشم دوباره روی پای خودم وایسم، اولین چیزی که خیلی برای من سخت بود و انگیزه رو از من میگرفت این که جواب کسایی که میشناسم وقتی با هم روبرو میشم بگن بعد از عروسیتون اینجوری شد، چرا؟ آخه حوصله نداشتم، دوست نداشتم با این مواجه بشم. ولی الان که نگرشم رو عوض کردم، دیدم رو عوض کردم، میبینم اگر این اتفاقات برای من پیش نیومده بود من الان نمیتونستم به آدم های دیگه کمک کنم، من الان نمیتونستم جلوی 200 نفر آدم وایسم با شجاعت بگم اگر من تونستم شما هم میتونید. اگر که این زندان رو برای خودتون درست کردین، حداقل وقتی میخواین بلندشین ازش بیرون بیاین با موفقیت بیرون بیاین، یه کاری کنین که به خودتون افتخار کنین. برای دیگران زندگی نکنین. دیگران در جایگاه شما نیستن. کسانی که بهتون میگن قوی باش نمیخواد شما گوش کنین. قوی بودن در دل آدمه، در ذهن آدم نیست. قوی بودن این نیست که ما فقط بیا میکاپ کنیم، آرایش کنیم، لباس خوشگل بپوشیم، جلوی دیگران بریم اینو بگیم. قوی بودن موقعی که بری جلوی دیگران بگی بله من اذیت شدم، بله من ضربه خوردم، آره یه سری اشتباهاتی من داشتم، یه سری اشتباهات پارتنرم داشت، من خواستم درست کنم ایشون نخواست، قسمت نبود دیگه، ولی مطمئنم که خداوند چیز بهتری رو برای من گذاشته. قوی بودن یعنی این. قوی بودن یعنی پذیرش چیزهای و اشتباهاتی که میتونسته درست بشه. اون فردی که نمیخواد یک رابطه رو ترمیم کنه آدم قوی نیست، آدم ضعیفیه. با نفرت بهش نگاه نکنید، با محبت بهش نگاه کنید که ضعیفه، که نمیتونه از خودش به هر علتی که هست روی پای خودش وایسه، حتی یک تماس ساده تو یک گوشه بره به شما بگیره بگه ببخشید، ببخشید اگه تنهات گذاشتم، ببخشید اگه فرزندم رو تنها گذاشتم، ببخشید اگه همراه خوبی نبودم. همه آدم ها تو دنیا درسشون رو یاد میگرن و از اینجا میرن. کار شما شناسایی راز گل سرخ نیست. کار شما این است که شاید باید در اندوه گل سرخ شناور باشید. شما فقط باید نگاه کنید. ابزرور خوب باشید ولی سمارت باشید. باهوش باشید. ریاکت نکنید. زود جواب ندید. اگر بر روی از روی خشم اومدن بهتون حرفی زدن، چیزی گفتن، از همسر سابقتون اومدن حرف زدن، پیام آوردن، پیام بردن، از ته دلتون براش آرزوی خوبی کنین. اگر آدم ها یکی رو دوست دارن از ته دلشون براش همیشه آرزوی خوب میکنن. یه مادر وقتی که بچهشو ازش خیلی هم عصبانیه ازش تنفر نداره، میبخشتش. برنامه پیش در مورد همین بود، بخشش. پس ببخشید. ببخشید و بسپاریدش دست خدا. ببخشید و بلند شو عزیزم. بلند شو روی پاهات و ببین که قوی هستی. اعتماد به نفس خودتو به دست بیار. چیزی که حالتو خوب میکنه پاشو انجام بده. وقتی آدم اعتماد به نفسشو به دست میاره یه دنیای جدیدی براش باز میشه. تجربه خیلی قشنگه ولی سنگین و دردناکه. بزرگ شدن خیلی قشنگه ولی سنگین و دردناکه. خودتو از این زندان غم رها کن، بلند شو، آینده جدیدی رو برای خودت بساز. باور کنید عزیزانم، با قصه خوردن، با اشک ریختن به هیچ جایی زندگی نمیرسه. اون بیرون آدم ها دارن زندگیشونو میکنن، آدم ها دارن ادامه میدن. یه بچه به دنیا میاد، یه بچه از دنیا میره، همه چیز داره طی میشه اون جایی که باید برسه. فقط ماییم که داریم تموم میشیم. اجازه نده تموم بشی، اجازه نده فقط زنده بمونی. پاشو زندگی کن. زندگی کردن میتونه قشنگ باشه. من تجربهش کردم، منم تجربهش کردم، منم خیلی چراها رو بهش نرسیدم، منم جواب خیلی چراها رو مثل شما عزیزان نگرفتم، منم توی اتاقم بودم، منم گریه کردم، منم قصه خوردم، منم خاطرات و عکس‌ها رو نمیتونستم پاک کنم، منم نمیتونستم از یاد ببرم، منم نمیتونستم، ولی الان تونستم.
پس حتما راه حلی وجود داره. ایمانت رو به دست بیار، ایمانت به خودت باشه نه به کس دیگه ای. خوشحالی تو به خودت پیدا کن نه به واسطه کس دیگه ای. خودتو دوست داشته باش، ارزش خودتو دوست داشته باش، قدر خودتو بدون، قدم بردار، take action not a reaction. عکس العمل نشون نده به شرایط، قدم بردار، عمل کن نسبت به شرایط. و اینکه what if ها، چطور میشه اگه این بشه، چطور میشه اگه این بشه رو به مثبت تبدیل کن. به خودت بگو خب حالا چطور میشه، به فرض مثال اگه من بلند شم الان برم بیرون، حالا دو نفرم ازم پرسیدن، خیلی محترمانه جواب میدم، میگم این چطور میشه اگه من یه زندگی جدیدی رو شروع کنم برای خودم، بلا فاصله هیچ وقت وارد یک رابطه دیگه نشید، خودتون رو پیدا کنیم، با خودتون لذت ببرید. من مطمئنم که اگه شما به ندای درون خودتون از صمیم قلبتون گوش کنی، خداوند با درونتون صحبت میکنه و بهتون راه قدم بعدیتون رو نشون میده. پس بنابراین بعضی مواقع آدم ها با خودشون هم اگر تنها باشن ولی در جهت مثبت اصلا اشکال نداره. خیلی از شما عزیزان با من تماس میگیری، میگی حالا الان چی؟ الان چی از خودت باید شروع بشه؟ الان چی رو شما برات تعیین کنی؟ شما به من بگو که میخوای و دوست داری که تغییری درت ایجاد بشه، من همراهتم. خیلی از عزیزان با من تماس میگیرن میگن نمیتونم، چی کار کنم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیخوام. اینا همه limited belief های ماست، همه باورهای محدود ماست که بر اساس شرایط سخت ما زمین ناخودآگاهمون میگیره، به خاطر اینکه ما رو بخواد حفظ کنه از ضربه که نخواهیم بخوریم، از اتفاقات بعد فیلتر میکنه، سانسور میکنه، همش میخواد یه گاردی دور ما بپیچه که محافظ ما باشه. ولی اون لحظه است که اتفاقا شما اون دیوار رو باید بشکنید و توی دلش برید و بگید الان چی؟ الان وقتشه، الان آمادم، الان میخوام بلند شم و الان میتونم. تا قبل از این همیشه آدم ها وقتی میخوام به یه جایی برسن همش میگن که خب نمیخوام، بعد میشه نمیتونم، بعد میگن حالا چی کار کنم، بعد میگن باشه قدم اول چیه، بعد بالا رو نگاه میکنم میبینن سخته، ولی وقتی که خودشونو یه ذره میشناسن، انگیزه رو در خودشون جا میکنن، قدم ها رو تونتر برمیدارن و جهت میدن، جهت دادن به جایی که شما میخواییم برین. مسیرتون رو باید جهت بدید و بهش برسید. اون موقع است که بخشش رو تمرین میکنید، اون موقع است که دوست داشتنم تمرین میکنید، اون موقع است که حال دلتونم بهتره. در نهایت دوست دارم بهتون همیشه بگم که تا خدا هست هیچ کس تنها نیست. من اگر گم شده ام، تو اگر خسته شدی، مأمن ما خدا هست و خدا هست و خدا هست. در پس پرده عشق من و تو خدا هست و خدا هست و خدا هست. خداوند در همین نزدیکی است. پس قصه نخورید، بدونید که بالاخره روزهای شادی هم در راه، اگر که شما بخواید تغییر رو ایجاد کنین. من برنامه‌ام به پایان رسیده عزیزان دلم. شماره من هست 416-988-5280. اون دست از عزیزانی که دوست دارن با من در ماس بگیرین و با من صحبت کنین، من اویلیبل هستم، در خدمتتون هستم، هر سوالی که دارین در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم که یک روز دیگه همراه من بودید. امیدوارم اون دست از عزیزانی که علاقه من بودن به اینکه به سمینار ما به پیوندن، سمینار من در روز شنبه در تورنتو در سالن تاچارا هستش از ساعت 11 تا 1، در رابطه با اینکه چگونه میتونیم یک رابطه موفق و پایداری رو داشته باشیم صحبت خواهیم کرد. به امید دیدار شما نازنینانم به خداوند بزرگ و خالق عشق میسپارمتون. روز شما خوش. مرسی.